کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد بیماری وبا جان دست کم 115 نفر را در یمن گرفته است. دومینیک استیل هارت مدیر عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ روز یک شنبه در کنفرانسی خبری در سنا پایتخت یمن گفت این بیماری در یمن بسیار شیوع یافته و این 115 نفر تنها در فاصله زمانی 7 تا 23 اردی بهش جان باختند. این مقام صلیب سرخ با استناد به آمار وزارت بهداشت یمن افزود ما اکنون با شیوع جدی وبا روبرو رو هستیم استیل هارد گفت در همین دوره بیش از 8500 مورد مشکوک به این بیماری در 14 استان یمن گزارش شده است بیماری وبا از طریق آب آلوده منتقل می شود و گرم شدن هوا شیوع آن را گسترش داده است مدیر عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ تصریح کرد بیمارستان های یمن بیش از ظرفیت خود مملو و از بیماران مبتلا به وبا هستند شرین وارکی معاون نماینده یونیسف نیز شیوع وبا در یمن را بسیار جدی و وضعیت بیماران را تکان دهنده توصیف کرد وی خواستار کمک فوری برای نجات جان شهروندان به ویژه کودکان یمنی شد که از دریافت خدمات پزشکی مطلوب محروم ماندند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است تنها چند مرکز پزشکی در صنعا هنوز فعال هستند و دو سوم از جمعیت یمن به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. پرسال نیز حدود 130 نفر به دلیل ابتلا به وبا و اسهال شدید در یمن جان خود را از دست دادند. تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن در بیش از دو سال بیشتر امکانات و تأسیسات بهداشتی این کشور فقیر را نابود کرده است.